روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علم يا فارس الحجاز أدركني يا بقية الله أدركني يا أبا صالح المهدي أدركني ولا تهلكني يا أيها العزيز يا عزيز الزهراء يا أيها العزيز يا عزيز الزينب مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فإنك خير المتصدقين يا أبانا يا صاحب الزمان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنا كنا غافلين هر جای عالمی زمزمه کن سلامتی مقام عظمای بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و عرض تسلیت خدمت حضرتش اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيب بإذن الله وبإذن رسوله وبإذنك يا مولاي يا أبا عبد الله رخصة زغا بگیریم
حدیث شریف کسار بخانی به قصد فرج و رفع بلا. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إلي وإذا وجهه يتلألم كأنه البدر في ليلة تمامي وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال له عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء قربان تو غریب مدینه برم آقا یا امام مجتبا فما كانت الا ساعة و اذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله
السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام: يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكسر، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام: يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، أني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أرجو شيال ابن شسي زمزم كن كلمات مفتاح قشايش همس. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتذل لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يغرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا:
يا علي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهلنا وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه أباجت صنر در نظر بگیری ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إيز النبي ربود الدل روی خدا نماید تو ایز نبی ربود دل روی خدا نماید تو ویز علی گره گشا دست گره گشای توید پیش روی نبی نبی عازم دست بوسید پشت سر علی علی ملتمس دعای تاید خاتونم درد نگفته دلت عشق شبانه علی حرف دل علی بود گریه بی صدای تو فرمود هیچ کس صدا به گریه بلند نکند تا مردم مدینه خوابند وصیت فاطمه را انجام بدن فرستاده سنبال سلمان مقداد عبادر چند تایی که همیشه شمع خانه مولا بودن بیاید میخوام شبان فاطمه رو تجهیز کنم اما کسی صدا به گریه بلند نکنه نمیخوام عدی بفهمه وصیت فاطمه اینطور بود اینا که نگاه کردند و یاری نکردند نمیخوام بیان تشیه جنازه اینا که تخته در به پهلوم زدن نمیخوام نماز بر بدنم بخوانه یا علی غسلنی بالله کفنی بالله حنطنی بالله اسماء بنت امیسا آب میریخ خواهم دلیل گریه مولا رو برات بگم مولا بدن صدیقه رو غسل میداد سلام الله علیها طاهره مطهره آخه یه حرفا اینجا هست نمیدونم محضر ابی عبدالله نمیتونم بازش کنم
شیعه محبین خودتون ببینید، مطالعه کنید، گریه کنید، حق شهدا کنید. یه وقت اسما بنت امیسید امیر المومنین سر به دیوار گذاشت، های های بلند بلند گریه می کنید. دلش به درد آمد، صدا زد یا علی اتبکی من فقد الزهرا، یا امن فقد الزهرا اتبکی هر دوشو نکردن، یا به خاطر فقدان فاطمت گریه می کنی. آخه ای صدا زده باشد امیر المومنی، همین که بدنش رو قوس می دادم دستم رسید به اثر تازیانه، دستم رسید به اثر غلاف شمشیری که به بازوی او زده. ناله و آه ما کجا، حق تو را ادا کند، جز که هماره به به عجب گریه کنی دارد صدیقه طاهره. ناله و آه ما کجا، حق تو را ادا کند، جز که هماره مهدیت گریه کند برای تو. تو سپر علی شدی پیش هجوم دشمنان، محسن بی گناه تو شد سپر بلای تو. صدا نالتون بلند شهر جای هستید، بازوی بست شیر حق راهی مسجد النبی، مگه یادش میره علی تو در قفای او روان، حسین در قفای تو. تازه علی نهان کنی، تازه علی نهان کنی. کربلا این کلمه گفتنش سخت، مقابل ابی عبدالله و قمر بنی هاشم. مدد از خود امام زمان بگیرم آقا ببخش، میگم تا محبینتون گریه کنن برا فرجتون دعا کنه. تازه علی نهان کنی، قصه گوشوار را دست تو بود بر روی روی خدا نمای تو. تا که به پاس عالمی قطع نمی شود دمی، ناله وای وای ما گریه های های تو. تربت بی چراغ تو سینه داغ دار ما، قبر تو هر کجا بود در دل ماست جای تو. اما دیده بستی پاسوی قبله کشیدی وای من، دیده بستی پاسوی قبله کشیدی وای من. فاطمه علی تا نمردم چشم خود را باز کن زهرای من. چی شد که مولا رفتن از خانه بیرون بماند، انشالله میگم یه وقتی بال مناسب تریم. اما امیر اوال مسجد بودن، آزاده ها دویدن. بابا یا علی اگه میخوای مادر را دوباره زنده ببینی برگرد خان،
دوید امیر المومنین از خانه تا مسجد رای نیست، ما چندین مرتبه امیر عوالم علی به زمین نشست و برخاست، شاید زمین خورده باشد امیر المومنین خیلی سخته. من به احزاب احد یک دم نلرزیدم، ولی سات افتادی زپاف لرزید دست و پای من. خیلی دل شد داری بجنبید این سخن، ورد زبان ها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد، کاش جانم با نفس از سینه می آمد برون، کاش می مردم مدینه نیست دیگر جای من. روزا لب بس از فریاد و می سوزم خموش، حبس در دل گشته حتی ناله شبهای من. آخ بمیرم قنفز بیدادگر، جان مرا از من گره، تو زمین خوردی و از هم شد جدا عزای من. فاطمه من آفتاب طلعتت از ابر سیلی شد سیاه، زین مصیبت تیر شد در چشم من دنیای من. در عزای تو تمامی عمر من شد احتضار، با فراق تو شده هر شب شب احیای من. تو به خود از درد پیچیدی و نگشودی لبی تا نیاید از جگر یک لحظه وا ویلای من. تازه امیر المومنین وقت غصت دادن نظر کرد چه بر سر جسم خاتون جاورد، هی باغ آرزوهای مرا آتش زدن، رفت از کف غنچه من، لاله همراه من. مرحبا میسب که در اشعار تو پیدا بود غصه ناگفته و غمای ناپیدای من. امیر المومنین بدن رو غزاد کفن، یا الله مدد کن به خانم برام بین و شیعان، یا با عبدالله معذرت میخوام، همه رو بیرون کرد امیر المومنین. آخی تکفین بی بی تمام شد، هنود تمام شد، تشییع جنازه با همون تابوتی که وصیت بی بی بود، اطرافش بسته باشد بدن نمایان نبود. امیر المومنین سلمان بازر مقداد تشییع کردن بدن مادر را. آخی خانه قبر مهیا کرد، امیدوارم هیچ بچه ای نبینه قبر مادرش مهیا. خیلی بدن رو میخواد امیر المومنین وارد خانه قبر کن، اما چه کند دستنها خیلی دشوار است، یه تدفین است
که امیرالمومنین مستر ماندن. یه تدفین دیگم سراغ دارم، شیعان و محبین امام سجاد در همین سرزمین. بنی اسد دیدن حضرت وارد خانه قبر شد، بدن ابی عبدالله رو سمت قبله قرار داد. یا الله، چرا امام سجاد از خانه قبر بیرون نمی آید؟ جلو رفتن نگاه کردن، دیدن حضرت لبها رو به رگهای بریده پدر قرار داد. های های گریه می کند. یه جمله برا فرج، انشاءالله حوائج همه شما. حضرت بالا آمدن، بنی اسد آقا دنبال چه می گردید؟ فرمود دنبال قنداقه برادرم علی است. برداشت قنداقه شیرخوار کربلا رو منظم به بدن پدر کرد، لد رو چید روی قبر، نوشت هادا قبر الحسین الذی قتلوه عطشان باب المهموم حتی قضا باب العطشان حتی مضا. خدایا به غربت امیر المؤمنین، به غربت ابی عبدالله فرج منتقمشون رو برسان. قلب حضرتش از دست ما راضی و خوشنود بگردان. بقیه غیبتش رو بر ما ببخش. بارلام مریض زیاد است سفاره شده، الان از ساحل با صافیت ببوش. مردم چشم امید خیلی ها به نفس شماست. هر جا هستید حمد شفایی برای همه مردم مریضه منظور قرائت کنید. خدایا ما رو در اقامه عزای فاطمیه موفق بدار. خدایا ثوابی از این مجلس عاید روح همه گذشتگان بفرما. هر جای عالم هستیم هدیه محضر سلطان سریر ارتضا آقا ابوالحسن رضا، عنوان عرض تسلیت خدمت آقایی که راوی بهش گفت، یا امام رضا راوی بهش گفت آقا از مادرتون بگید سرشو پایین انداخت، جمانش برش رد. فرمود مادری داشتیم جوان از دنیا رفت و از آن دو نفر زجر کشیده. خدا به غم دل علی ابن موسر رضا راه بسته عتبات بر مشتاقان باز بگردان. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. هدیه محضر امام رضا هر جا هستید بلند صلوات. زمین کربلا دادین شکستن، جوانان یک به یک بردیز دستن. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی.